با سلام مجدد به سوال بعدی که به دست من رسیده عنوان میکنه که علم میتواند هنر، زیبایی، شعر، عدالت، اخلاق، قواعد مدنی را تبیین کند. این نقد نه تنها به فلسفه است بلکه به حوزه های دیگر که با حوزه فلسفه هم پوشانی دارند نیز وارد میشود. برداشت من از سوال اینه که در واقع ادعای مرگ فلسفه نقدیه که فقط فلسفه رو در بر نمیگیره، بلکه اونایی که با روش فلسفی به سراغ هنر میرن، به سراغ زیبایی میرن، نقد شعر یا حرفای فلسفی راجع به شعر، راجع به عدالت که موضوع بسیار مهمیه من اضافه میکنم، راجع به آزادی، راجع به اخلاق، راجع به قواعد مدنی مثلا سیاست، اقتصاد، راجع به اینا حوزه هایی که همچنان به روش فلسفی به اینا میپردازن، یعنی اینکه یه متفکری میره یه چیزایی در این مورد میبینه، یه چیزایی میخونه از گذشتگان، بعد میاد یه چیزایی به ذهن خودش میرسه و اینا رو ارائه میکنه متکی بر عقل و منطق خودش و در واقع ضرورتی نمیبینه که یه مدلی، مخصوصا مدلی بر پای ریاضیات برای حرفش بسازه، بعد یه نظریه شسترفتهی که این پیشبینی هایی بکنه که به اون پیشبینی ها رو بشه آزمانش کرد و جزئیات دیگه روش علمی و پایبند نیست، بلکه نظرش همی که به نظر خودش درست میاد اینو منتشر میکنه. ما وقتی میگیم تلاش های فلسفی منظورمون یه همچین کاری، کسی که این کارم میکنه این نقد بهش وارده. این کار کار قرن 21 نیست، کار امروزی نیست و بازدهی خیلی خوبی نخواهد داشت. اونقدر که اون آدم باهوش تلاش میکنه و همکاراش و هم فکراش، کسایی که همین روش رو کار میکنن، کسایی که کتابای همدیگر رو نقد میکنن، وارد مباحثه میشن، خواننده هایی که میان رو میخونن، مجموع این وقت و انرژی که گذاشته میشه اگه در نظر بگیرین بازدهیش پایینه به نسبت این که همه اینا متعهد باشن به نتایج تجربی حرفشون و آزمایشاتی که ملاک درستی سنجی نظریات ذهنشون هست. خب تصادفاً پرسش بعدی از آقای پیام عزیز هستش که لطف دارن به من سوالشون رو مطرح کردن، من ازشون ممنونم و فرمودن آیا با توجه به چشمانداز میزان هزینه، یعنی انرژی و زمانی که صرف فلسفه و فلسفیدن می شود، به نظرتون موازنه مطلوبی با بازدهی آن نداشته و آیا بصیرت هایی که ارزش پرداختن چنین بهایی رو داشته باشد چندان در آن یافت نمی شود؟ که تصادفا من در سوال قبلی پیام جان این رو پاسخ دادم، یه بار دیگه خلاصه میکنم، ایده مرگ فلسفه به نظر من به همین سوال فقط داره جواب میده، میگه نه موازنه مطلوبی با بازدهیش نداره. و در قسمت دوم آیا بصیرت هایی یافت میشه اگه اینطوری سوال کنیم؟ بله ممکنه بصیرت هایی یافت بشه تصادفاً، چون فرایند اکتشاف علمی هم که تا اونجایی که الان میشناسیمش، که البته شناختمون خیلی محدوده، میگه که ما حدس هایی میزنیم بعد میریم ببینیم احتمال درستیشون چقدر، شواهد چقدر این حدس رو تایید میکنه. مغز ما اینجوری کار میکنه. حتی پوپر توی نیمه قرن بیستم روند اکتشاف علمی رو میگفت حدس ها و ابطال ها، گرچه بعدن فلسفه علم به این ایراداتی گرفتن، بالاخره به توافق نرسیدن که روند اکتشاف علمی چطوریه. ما الان نمیدونیم واقعا، یعنی فلسفه علم بعد 100 سال زحمت به توافق نظری نرسیدن. الان میگیم هرچی دانشمندا میگن در واقع گزاره علمیه، نمیتونیم بگیم با چه فرایندی به وجود میاد و ملاکاش تمایزش از شبه علم چی و اینا که خودش بحث مفصلی وارد نمیشم. نهایتا حدس داریم ما که
فکر کنم توی صحبت‌های آقای امیر مرویانم که همین الان گذاشتم بود. خب ممکنه به همین شکل تصادفی یک فیلسوفی هم حدسی بزنه توی هر حوزه‌ای که داره کار میکنه، مثلا یه کسی که تو فلسفه جامعه شناسی کار میکنه، یا فلسفه سیاست، فلسفه هنر، یا فلسفه دین، فلسفه علم، حتی تو فلسفه قاره، تو قسمت‌های مختلفش راجع به مقررات اجتماعی، جهتی که بشر باید بره و موضوعات متنوع دیگه، حدسی بزنه که درست در بیاد. ولی حرف مرگ فلسفه اینه که اینا همون جور که تو سوال اومده موازنه مطلوبی با میزان هزینه، انرژی و زمانی که ما واسش میذاریم نداره. بشریت یک جمعیه، ما با هم به اینجا رسیدیم، با هم هم باید ادامه بدیم. اگر جهت حرکت تمدن بشری رو با همکاری و همفکری هم درست تعیین کنیم و با اتحاد به سمتش بریم، سعادت بشری تأمین میشه، بهتر تأمین میشه، قافله فرهنگ و تمدن هم به جهت مثبت‌تر و مطلوب‌تری پیش میره. حرف همینه که به نظر میرسه که الان باید هممون راجع به نظراتمون در نظر بگیریم که تو طبیعت چه خبره و بیش از حد به فرایندهای عقلیمون تکیه نکنیم. سوال بعدی از جناب صالح وردی هستش که آقای دکتر عبدالکریمی هم لطف کردن هفته گذشته پاسخ دادن به این، ولی منم نکته‌ای به نظرم رسید با اجازه جناب دکتر عرض میکنم. موضوع فلسفه سیاسی موضوع جالبیه دیگه. ما به افکار پیشرو و جدید سیاسی نیاز داریم دیگه. الان تو جهان خیلی از معضلات بشری ظاهراً با دست سیاستمدارا باید باز بشه، یا حتی در اونا خیلی روش مؤثرن هنوز. ساختارهای حکومتی، نظامهای حکومتی در کلی ترین وجهش، همین سیستم دولت ملتی که الان حاکمه، خب همین یعنی هر دولت ملتی دنبال منافع ملی خودشه، مشکلات ایجاد کرده. خب دیکتاتوریا و نظامهای توتالیتر و نظامیایی که میان تو سیاست، کودتاها و اینا هم که از سمت دیگه‌ای نظامهای سیاسی رو تهدید میکنن، مشکل زا هستن. خود دموکراسی مسئله داره، مشکلاتی داره که هنوز نتونستیم حلش کنیم. خلاصه ایده های ناب سیاسی مورد نیازمونه همچنان در اول قرن 21. به نظر میرسه که ما پس نیاز به فعالیت رو زمینه فلسفه سیاسی داریم، همونجوری که تو چند قرن گذشته فلسفه سیاسی زحمت کشیدن قافله تمدن بشر از نظر حکومتداری و سیاست پیش بردن، توی حوزه‌های مختلف با هم مباحثاتی کردن، نتایجش هم اینایی که الان در دست داریم. علم تجربی هم به نوبه خودش تو قسمت‌های اثر گذاشته تو این فرایند. خب این همینطوری پیش بره بهتر نیست؟ مثلا ما اگه میگیم مرگ فلسفه، پس این فلسفه سیاسی رو که میدونیم لازم واسه تمدن و حرکت بشری، اینو چی کار کنیم؟ کسایی که صحبت از مرگ فلسفه میکنن به این توجه دارن، منتها ارائه ایده های جدید و پیشرو سیاسی رو در حوزه علوم سیاسی دیگه میدونن. توی علوم سیاسی البته خیلی از متفکران و فعالا باز نگاه دارن به فلسفه سیاسی و نظریه ها و ایده های سیاسیشون رو متکی بر یک نوعی از فلسفه سیاسی میدونن و در فکر اینم که هستن که فلسفه های جدید سیاسی رو توسعه بدن و جلوه برن. ولی چنین طرز فکرهایی تو حوزه علوم سیاسی، یعنی تو دانشکده های علوم سیاسی دانشگاه های جهان، مورد انتقاد شدیده. یعنی این که میگن اگر شما یک نظریه سیاسی میخواین ارائه کنین، این دیگه باید متکی به مطالعات تجربی باشه، جمع‌آوری داده ها از انواع مختلف حکومت، اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، دستبندی اینا تا حد ممکن، مدل سازی ریاضیشون و بعد هم پیشبینی
و آزمایش پیشبینی های شمه ای از روش علمی. الان مقالات جدیدی که در حوزه علوم سیاسی میان همه اینطوری ان، دانشجوهای دکترایی که علوم سیاسی میگیرن از دپارتمان های معتبر علوم سیاسی دانشگاه معتبر جهان بدون چنین الگوهای تجربی موفق نمیشن دکتراشون رو بگیرن. یه نمونه از مقالات این حوزه رو من واسه تون مثال میزنم که به درد کشور خودمونم میخوره، اونم مبارزات بدون خشونته. یک دانشجوی علوم سیاسی خواست دکترا بگیره، تقریبا 15 سال پیش به فکر افتاد بیام به سنجم ببینم که تو فکرش این بود خب تغییرات سیاسی با خشونت رخ میدن دیگه، هر کی زورش بیشتره. داشت میرفت اینو مطالعه میکرد، خب میتونست بشینه فکر کنه ولی ازش قبول نمیکردن، باید دست به کار میشد، یعنی میرفت در میدان عمل، یعنی بین شواهد تجربی نگاه میکرد به تحولات سیاسی، یه قانونی در بیاره ببینه چی روی تحولات سیاسی اثر میذاره. از اول قرن بیستم تا فکر کنم سال 2010 اینا 320 تا حدوداً جنبش اجتماعی رو مطالعه کرد در سراسر جهان و دستبندی کرد، اینا رو کمی کرد، موفقیت در تغییر و عدم موفقیت یعنی شکست جنبش ها رو کمی کرد، تعریف کرد، خشن بودن یه جنبش رو با یه جنبش خشونت پرهیز اینم تعریف کرد که چطوریه. همه اینا مطالعه کرد، نتیجه گرفت آخر سر که اگه جنبشی بدون خشونت پیش بره احتمال موفقیتش دو برابر جنبشی که دست به اسلحه میبرن، که همه رو متعجب کرد. بعد این تکرار شد. یکی از پایه های گزاره های علمی اینه که بقیه دانشمندان هم باید بتونن برن همون رو بررسی کنن و به همون نتایج برسن. تا وقتی چنین تکرار پذیری رخ نده اصلا ما یک گزاره رو از دانشمنده به عنوان گزاره علمی قبول نمی کنیم. اول باید همه دانشمنده های اون حوزه حرف یه دانشمند یا یه گروه از دانشمنده رو قبول کنن تا ما بگیم حالا اینا حرف علمی دارن. خلاصه این که یه قانون ارائه داد به نام 3.5%. مطالعات تجربیش نشون داد اگه 3.5% جمعیت از ایده بدون خشونت شما واسه یه تغییر سیاسی حمایت کنن امکان نداره شکست بخورید. یعنی تو این 320 هیچ کدوم شکست نخوردن. اونایی که بیشتر از 3.5% میتونستن پای کار داشته باشن، بکشنن تو خیابون یا از فراخوان‌هاشون حمایت کنن، موفق شدن. این مثالیه که برگردم به بحثم، اگه میخواین ایده پردازی سیاسی بکنه یه دانشمند متفکر دیگه نمیتونه بره بشینه توی خونه توی دفتر کارش رو مبل راحتی فکر کنه که سیاست باید چطوری باشه، باید بره مطالعه کنه ببین چه اتفاقاتی میفته بعد ایده پردازی کنه و این ایده هاشم دقیق باشن و تا جایی که میتونه کمی پارامترها رو مدل کنه. سوال بعدی رو آیدین عزیز مطرح کردن، ممنونم از لطفتون. سوالشون طولانیه، من که خودتون حالا اگه علاقه من بودین میخونین. چند تا نکته توی متنی که نوشتن به نظر من توضیح داشت که یعنی منو یاد بحثایی مینداخت که لازمه بگم. اول اینکه در اون پاراگراف اول میفرماین که در گذشته علم بنیان نبود و توان خود اثباتگری چندانی نداشت، همان مواردی که برای شناخته شدن علم تجربی از ضروریات هست. خب من به محتوای این گزاره وارد نمیشم، فقط میبینم که مخاطبین عزیز چه اونایی که مخصوصا اونایی که توی حوزه فلسفه مطالعه میکنن توی علمیان دیده میشه ولی خیلی کمتر، از این کلمه اثبات استفاده میکنن. این کلمه رو دیگه تو علم دانشمندا به کار نمیبرن، قدیمیه و یک نشونیه که کسی که داره استفاده میکنه مخصوصا وقتی که توی حوزه نقد علم داره حرف میزنه و کلمه اثبات استفاده میکنه، نشوندنده اینه که با مباحث جدید رو ندیده دیگه. ما الان از کلمه اثبات استفاده نمیکنیم، تو ادبیات دانشمندان نیست، چون اثبات
چیزی رو نمیشه کرد. 100%. توافق نظره. با همدیگه پذیرفتیم آخرین چیزی که تو دستمونه امروز تا این لحظه اینه، صبح هم میگردیم ایواشو پیدا کنیم یه مرحله بریم جلو. هممون همینطوری فکر میکنیم. و اینجا متعرض بعضی از فلاسفه قاره‌ای بشم. من اینو زیاد میبینم، هم جناب دکتر عبدالکریمی تو صحبتشون گفتن، هم علاقه‌مندا و متفکرین دیگه تو حوزه فلسفه قاره‌ای گاهی پست مدرنا اینا میگن، به دانشمندا میگن شما پوزیتیویستین. در واقع این دوتا یه چیزن دیگه. پوزیتیویسم به معنای اثباتگرایی ترجمه شده، دانشمندا دیگه اصلا اثباتگرا نیستن. یعنی فکر نمی کنن یک چیزهایی هست که میشه اثباتشون کرد. اونا علمی هن ولی چیزهایی نمیشه اثبات کرد، اونا علمی نیستن. حتی از بعد از نیمه اول قرن بیستم بخوایم دقیق حرف بزنیم، ریاضیات هم حتی همین شکلی. حالا تو ریاضیات استفاده میشه همچنان از اثبات قضایا، ولی میدونیم که ریاضیات هم ناکامله و مطالعات، مخصوصا مطالعات گودل نشون داد که توی دقیق ترین نظام‌های ریاضی هم ایراداتی میشه پیدا کرد. ریاضیات کامل نیست، تمام نیست، که علاقه‌مندش به قضایای ناتمامیت گودل دو تا قضیه است میتونم مراجعه کنم. خیلی جالب توجه برای کسایی که فلسفه رو میخونن و این دقت نظر رو دارن، همش سرشون تو دو تا چهار تای دقیق و بحث‌های منطقیه، حتما ته تهش این قضایای گودل رو بخونید. خیلی اثر گذاشت رو طرز فکر ما توی قرن بیستم به بعد، وقتی که ریاضیات اونجوری کاخ باشکوهش لرزان به نظر رسید، خیلی روی دیدگاه‌های دیگه همون اثر گذاشت. و خلاصه بحثی که اینجا میخواستم بکنم به این خاطر رسیدم، به این که آیدین عزیز فرمودن توان خود اثباتگری نداشت، من میخوام بگم علم مدعی اثبات نیست. این از این. توی ادبیات تو دانشمند استفاده نمی کنن، ما هم استفاده نکنیم. و دومین مسئله هم که یادم انداخت توضیح دادم، مسئله پوزیتیویسمه که یه در واقع یه فوش قدیمیه دیگه، از رد خارجه. دکتر عزیزم باید یه کلمه بهتری پیدا کنند برای گفتن به علمگراها. نکته دومی که در مورد سوال آیدین عزیز توجهمو جلب کرد که تذکر بدم، فقط در خلال متنی که نوشتن، فیلم سینمایی لوسیه. این خیلی فیلم قشنگه، فیلم بازا اگه نایدن ببیننش، با اینکه امتیازش خیلی بالا نیست ولی به نظر من خیلی جذابه. اسکارلت یوهانسن بازی کرده، ایشون اشاره کردن. منم میخوام بگم که این که شنیدید، ایشون هم نوشتن موردی میخوندم، این که خوندید انسان از 10% مغزش مثلا استفاده میکنه. تو فیلم هم علم تخیلی بر پایه همینه که یه ادعا کردن که یه 1% کوچیکی از مغزمون رو ما داریم استفاده میکنیم و اگه بشه بیشتر استفاده کرد مثلا چه اتفاقاتی میفته. فیلمو با این گزاره ساختن و پرداختن خیلی زیباست، ولی این شبه علمیه. میخواستم اینو تذکر بدم که چنین چیزی دانشمندا نمیگن. در یک قسمت دیگه از متنشون ایشون میفرمایند: اما اینجا هویت انسانی و آن خلأ روانی اون چی میشه؟ در حالی که انسان توان ابدیت شدن و هماهنگی با این رشد فزاینده رو ندارد. اینکه آشناییم با این حرف دیگه، این پیشرفت‌های تکنولوژیک از حدود 100-200 سال پیش هم، اینا تو قرن 19 هم که انقلاب صنعتی شده بود، اینا این حرفا زده شده، الان هم موضوعیت داره. خب فناوری‌ها به سرعت دارن پیش میرن. ما ممکنه فکر کنیم هویت انسانی چی میشه اینجا یه خلأ روانی حس کنیم. ایشون نوشتن: در کمرنگ شدن دین و این عدم تراز رشد فکر فلسفی اجتماعی بشر با رشد بی حد تکنولوژیک، به نظر یک مهار کننده
که بیان فلسفی باشه برای این انسان سرگشته نیاز هست، موجودی که شاید در دوران شفیرگی ذهنیت اخلاقی و روابط اجتماعی به سر میبره. آیا اینکه فلسفه دیگر چون نظرات فلاسفه یونان قدیم این حق خیال ورزی یا نظریه پردازی درباره اینکه جنس زمین چیه و از چه ساخته شده یا پایین تر بودن مقام زن و غیره رو امروز نداره، ولی در مسائلی چون ژنتیک، مثلا شبیه سازی انسان، منظورشون فلسفه اخلاقه، و مسائل حقوق یا اخلاقی بشر و این پرسشگری نوین برای پیدا کردن راه کار هماهنگی بین رشد تکنیکی و اخلاقی بشر، آیا نمیتوان وظیفه‌ای برایش متصور بود؟ یعنی منظورشون اینه که حالا این فناوری داره میره جلو، اولا یه خلایی به وجود میاد، این فلسفه ورزی رو آیا نمیتونه پر کنه؟ ما راست میگن، اگه نگاه کنید مثلا تمدن با این سرعتی که داره پیش میره، مثلا 500 سال دیگه به کجا میرسه؟ 5000 سال دیگه خودمون رو نابود نکرده باشیم، 5 میلیون سال دیگه، بالاخره قبل 5 میلیون سال بوده، بعدم خواهد بود دیگه، احتمال بسیار زیاد. 5 میلیون سال دیگه ما چیم، کجاییم، چی میدونیم؟ بنابراین از اون دید نگاه کنید، ما شاید مثلا بعدها بفهمیم الان تو اول قرن 21 تو دوران بدویت فرهنگی بودیم، مثلا بدویت علمی بودیم، با اینکه الان فکر می‌کنیم خیلی میدونیم ما، ولی توی آینده به احتمال زیاد ممکنه که اینطوری نگاه کنیم. ایشون تعبیر قشنگی کردن، خلاهای اخلاقیمون و خلاهایی که تو روابط اجتماعیمون هست، فناوری که نمیتونه پرش کنه، علم که نمیتونه پرش کنه، خب فلسفه هایو نمیتونه بیاد اینو یک کمک کنه دیگه. میگن، نمیگیم حالا فلسفه بره مثل یونانی های قدیم راجع به هر چیزی حرف بزنه، ولی مثلا راجع به شبیه سازی هست، مسائل اخلاقی، حقوقی، اقتصادی در کل، ایده ها، یا همون جوری که تو سوال قبلی گفتم تو سیاست کمک کنه هماهنگی بین رشد تکنیکی و اخلاقی بشر به وجود بیاد. خب پاسخ من اینه که خب معلومه که میتونه کمک کنه، منتها اگر همه اینا با روی کرده علمی صورت بگیره بسیار مؤثرتر خواهد بود. این خلأها وجود داره، باید هم پرش کنیم. جنبه های مختلف فرهنگی هم سعی میکنن اینا رو در حد خودشون پر کنن، ولی نگاه کنیم به جهانی که تو قرن 21 داریم، این حالت دهکده پیدا کرده، در این ارزش قائل بودن واسه فرهنگای محلی، زبانهای محلی، آداب و رسوم اینا، ولی کل بشریت یک پارچه شده، راه حلای کلی پیدا کنیم واسش، و هر چقدر که عملی تر نگاه کنیم به این، به نظر میرسه که موفق تر خواهیم بود برای حتی پاسخ دادن به این مشکلات. مثلا وقتی که میخوام ببینیم هویت انسانی چرا دچار خلأ میشه، این خلای روانی به وجود میاد، خب وقتی هرچی دانش مغزمون بیشتر باشه اونجا بهتر میتونیم کمک کنیم واقعا. یا مثلا توسعه و رشد فضایل اخلاقی تو جامعه با نگاه این که اخلاق کجا اومده، ما چرا موجودات اخلاقیم، با یه نگاه به تاریخ تکامل نوع بشر بهتر میتونیم راهکارش رو پیدا کنیم. این چیزیه که به نظر من میرسه که عرض کرد.